کجاست؟ آقا همه پرونده هایی که داشتین همینجاست. اون پرونده ای که گذاشته بودم کنار اون کجاست؟ بگو. میتونم بیام داخل؟ بله حتما. بفرمایید زهرا خانم. نه ایستاده راحت تره. آقا راشد شما گفته بودین که من تو شرکت بی قانونی کردم و امضاهام مشکل داشته، واقعا همینطور بوده؟ ببینید من کی اینجوری گفتم؟ پس من خودم یادتون میارم. شما گفته بودین که تو بخش من یه سری مشکلات بزرگ به وجود اومده که فقط من باید حلش کنم. مسئله یه رقم بزرگه و اگه من اینو حل نکنم باید تمام خسارت خودم جبران کنم و حتی مدرکم دارین، خودتون گفته بودین. پس لطفاً مدرک رو نشونم بدین. آها، حتی اینم گفته بودین که قبل از سفارش خارجی این جلسه باید برگزار بشه، وگرنه برای من مشکلات زیادی به وجود میاد. تو چرا اینجا بایستده ما را نگاه میکنه؟ برو. مدرک کجاست؟ ببینید زهرا خانم، من دوباره اونا رو چک کردم، فقط یه سوء تفاهمه، همین. سوء تفاهم؟ دقیقا منظورتون از سوء تفاهم چیه؟ شما جلوی همه کارمندای شرکت تهمت به این بزرگی به هم زدین و حالا میگین سوء تفاهم بوده؟ ببینید آقا راشد، تا 5 دقیقه دیگه یه ایمیل میفرستین. تا 5 دقیقه دیگه باید یه ایمیل عذرخواهی از من برای همه کارمندا بفرستین. ببخشید. 5 دقیقه فرصت دارین. یاناتی عمه، تو چرا اومدی؟ حالتون چطوره؟ تبتون خیلی شدیده. الان بهترم. کجا میری؟ عزیزم برم یه چیزی بپزم. الان که مریضین بهتر استراحت کنی. فری الان میاد، تا برسه خونه غذا میخواد. اون بیاد خودش یه چیزی میپزه، شما استراحت کنین لطفا. پس میرم آب بخورم. شما بشینین، من براتون میارم. صبونه که خوردی؟ آره عزیزم، فری صبونمو داد. باشه، پس من براتون یه چیزی درست میکنم که داروهاتونو بخوری. باشه؟ گرسنم نیست دخترم. عمه، نباید با شکم خالی دارو بخورین. روبا تو خیلی خوبی، خیلی خیلی مهربونی. نمیدونم عشر کی میخواد بفهمه. برم براتون آب بیارم. آماده این؟ باشه، پس بگیریدش. 1 یه لحظه سب کنم. عشر، این چه طرز ضربه زدنه؟ خودتو چی فرض کردی؟ آروم زدم دیگه، پس چجوری باید بزنم؟ مگه من حرفه‌ایم؟ چجوری دنبالش بدوم؟ میخوای بازیو 2.95 تموم کنی؟ باشه، این بار آروم میزنم. آروم میزنم دیگه. خوبه؟ نه اینو قبول ندارم، مگه تو پا نوازش میکنی؟ یعنی چی آخه؟ اون که اصلا بازی نمیکنه. یعنی چی بازی نمیکنه؟ اونجا نشوندیمش برای گرفتن توپ. اما این اصلا قبول نیست، عادلانه نیست. نمیفهمم، چشاتو باز کن ببین اینجا حضور داره و تو تیم ماست. ما نشوندیمش برای گرفتن تو. زویا بیا اینجا. پس ایشون باید ضربه بزنه. باشه قبوله، پس تو پر...
وای مگشر چی شد بشین چی کار کردی چی شد بشین 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 حالت خوبه فکر کنم عمدی زد با کیا میرین؟ فقط من و روبا به زهرا هم میگفتین هیچ وقت قبول نمی کنه اگه قبول کنه باهاش میری؟ ببین شایسته در این مورد چندین بار با هم حرف زدیم اگه قرار بود با اون برم تا الان رفته بودم یعنی اگه من تو زندگیت نبودم؟ من نمیخوام دخترم منو با قیافه گرفته ببینه تا حالش بد بشه بهتره که در این مورد یه روز دیگه حرف بزنیم الو؟ الو بابا دارین میاین دنبالم؟ آره میام چرا؟ امروز نمیتونم بیام واسه چی؟ چون اصلا حوصله‌شو ندارم باشه پس کی بریم؟ الان نمیتونم چیزی بگم باشه عزیزم هر وقت تو بگی همون وقت میریم ممنون بابا خدافظ من که گفتم بازی نکن نمیدونم شما دوتا با هم انتقام چی ازم گرفتی باش میتونی بگی حق داری هرچی که دلت خواست به من بگی اما زویم میخواد با حرف بزنه چرا؟ یعنی چی چرا میخواد ازت عذرخواهی کنه عذاب وجدان داره بیخیال میخواد باهات حرف بزنه میگم بیاد زویا منو ببخش حمدی این کارو نکردم باشه هنوزم از اون شرط بندی ازم ناراحتی نه متاسفم هم به خاطر اون روز هم برای امروز من که گفتم ناراحت نیستم خوبم دیگه پس چرا با هم حرف نمیزنی؟ دارم میزنم ولی نه مثل همیشه آدم ها همیشه توی یه حالت نمیمونن به نظر میاد که دیگه معذرت خواهی تو کردی و همه چی حل شد حالا دیگه پاشیم بریم خونه استراحت کنیم جمع و جور کنین باشه؟ بچه ها همه چی رو جمع و جور کنیم بریم خونه آفرین به جنبی میتونی رانندگی کنی؟ آره من برسونمت نیازی نیست من خوبم اما اگه برسونمت میفهمم که تو منو بخشیدی خیلی خوب بگو ببینم خوشگله دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله شاید اون از همه خوشگل تر باشه این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده برای آب باید هزینه شو داد به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن
داری چی کار میکنی؟ همشو ریختی دختر. نمیدونم مامان چرا اینو خریده. راستی خیلی ممنون رباب، این روزا خیلی حواست به مامانه. نیازی نیست تشکر کنی، خب اون عممه دوستش دارم. هر جا راحتی بشین. نه اشر، من دیگه میرم. حالا یه چند دقیقه بشین، اشکالی نداره. همینجوریش هم دیر شده. زایا بشین دیگه. این کیه بود داشت اومده؟ میرم ببینم کیه، نگران نباش. داداش چرا زخمی شدی؟ هیچی، فقط یه تصادف کوچولو کردم. یعنی چی؟ خدای من، چرا زنگ نزدی خبر بدی؟ فری بعدم میگم دیگه، جلو مهمون داری سوال جواب میکنی؟ فری ایشون زویاست، همکارم. سلام علیکم زویا، اینم خواهر کوچیکم فریه و همیشه خدا منو نفرین میکنه. من مطمئنم این زخمم از نفرینای این خانومه. چی میگی داداش؟ من کی نفرینت کردم؟ زویا داداش شوخی میکنه، شما بفرمایید. نه من فقط اشعه را رسوندم، همین. زویا لطفا یکم بیشتر بمون، من لباسم عوض میکنم و زود میام. بشین. بفرمایید بشینید. شما باردش توی دفتر کار میکنی؟ اون کیه؟ اون؟ ربابه. رباب چرا وایستدی؟ بیا دیگه. آره بیا. اومدم. سلام. علیک سلام زایا. رباب دختر داییم و زن داداش آیندمه. راستش داداشم داره ناز میکنه، همین که رضایت بده این دوتا با هم ازدواج میکنن. آرام به زمان نیاز داره، میخواد خودشو برای ازدواج آماده کنه. ببخشید حتما فکر میکنین که خیلی حرف میزنم. راستی چی میخورین؟ قهوه یا چای؟ نه من دیگه باید برم. نه زویا، داداشم ناراحت میشه. حداقل شما بهش بگو از خونه زنگ زدن و عجله داشت. ببینم کجا رفت؟ فرار کرد. کجا؟ برو اون وردی که. زویا کجا داری میری؟ از خونه زنگ زدن. آخه یهویی؟ آره، جنید کارش دائمی شده و میخواد بمونه، برای همین یه جشن کوچیک گرفتی. منم باید برم. پس فعلا. Thank you.
صبر کن. چی کار میکردی؟ حرف بزن. هیچی. تو اتاق من چی کار میکردی؟ اومدم ببینم که حالتون خوبه یا نه. سرم زخمی بشه، پاهم بشکنه، زنده باشم یا بمیرم، به تو چه ربطی داره؟ آشیر؟ بله. آشیر، کی بود؟ تو با این حالت اینجا چی کار میکنی؟ دارم ازت میپرسم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. زویا، زویا، پاشو دخترم. بله مامان. درسته که امروز تعطیلی، ولی میخوای تمام روزو بخوابی؟ باشه بیدار میشم. بابا بیداره. تو که میدونی من و بابا تموم هفته منتظر یک شنبه ایم که تو با همون وقت بگذرونی. باباتم الان منتظرته. شما برین، منم الان میام. منو ببین. بله. چرا اینقدر قیافت رنگ پریده است؟ چیزی نیست مامان، از خستگی دیروزه، برای همین. تو خستگی؟ اصلا امکان نداره. بگو ببینم چی شده، چرا رنگت پریده؟ مگه شما برای تفریح نرفته بودین؟ به جای سرحال شدن خسته شدی؟ این اصلا امکان نداره. مامان من که بهت گفتم که رکت بازی میکردیم، برای همین خسته شدم. عزیزم، خستگی زمانی به چشم میاد که حال دلمون خوب نباشه. ببین دخترم، اگه اتفاقی افتاده میتونی با من در میون بذاری. هیچ اتفاقی نیفتاده مامان، و اگرم بیفته اول از همه به شما میگم. قول؟
قول. باشه پس زود بیا، صبحونه آماده است، باباتم منتظره. چی شده؟ چی؟ آه این هیچی، زمین لیز بود، منم افتادم و سرم خورد به میز. این قصه رو برای زندایی تعریف کن. چی؟ قصه؟ منظور چی؟ فکر میکنی نمیفهمم؟ این چه کاریه؟ داداش زخمی شده بعد تو لطفا فری، منم میخوام این درد رو حس کنم، نه اینکه فقط حرف بزنم. اگه چیزید میشد چی؟ نگران نباش، من تا وقتی زن داداشت نشدم نمیمیرم. این چه حرفیه؟ فکر کنم ضربه به پیشونیت نخورده، به سرت خورده. ولی من تو قلبم احساس درد میکنم. من همون لحظه ای که داداش عشق رو زخمی دیدی فهمیدم که ناراحت شدی. دیشبم اومدی که ببینی حالش خوبه یا نه، درسته؟ من؟ نیومدم. بی خیال، من دیدمت. کی؟ وقتی از پله ها داشتی میرفتی بالا؟ تو اونجا بودی؟ آره منم اونجا بودم، صدای داداشو شنیدم و بیدار شدم، اومدم بیرون. حالا چرا خجالت میکشی؟ تو که اشتباهی نکردی؟ وقتی عشق رو با اون حال دیدم نتونستم تحمل کنم، خودم رو خیلی ناتوان احساس کردم، نتونستم بهش بگم چرا زخمی شدی یا چرا حواست نیست. اونقدرم حق ندارم ازش بپرسم، وقتی نمیتونم بپرسم حداقل میتونم که ببینمش، برای همین رفتم تو اتاقش. نگران نباش روبا، عشق تو واقعیه. گوش کن، یک روز این عشق واقعی رو داداشم میبینه و حس میکنه. من که فکر نمیکنم این اتفاق بیفته. بازم حرفای ناامید کننده. این ناامیدی نیست، واقعیت. اگه عشق میخواست واقعا عاشقم بشه خیلی وقت پیش میشد. رباب تو نباید خودتو از دست بدی، مگه نه؟ تو تنها نیستی، من هستم، مامان هست، هممون کمک میکنیم که تو عروسش بشی و این اتفاق میافته. لازم نیست نگران چیزی باشی. خیلی خوب دیگه، حالا اشکاتو پاک کن. با یادم رفت بگم، اومدم بهت بگم که دایی اومده و پایین منتظرت. باشه. بابا تنها اومده؟ آره تنها اومده، اون باهاش نیومده. تو برو، من به مامان میگم و میام. میای دیگه، من منتظرتم. بگیر اشفاق. عشر کجاست؟ نمیبینمش. همین دور و وراست. چرا؟ چی شده؟ شما ناراحت به نظر میرسین. تو بگو چی کار کنم، رفتاراش عجیب شده، اصلا حال و هواشو نمیفهمم. چرا؟ مگه چی شده؟ وقتی اومد خونه خودت ازش بپرس، من که دیگه خسته شدم. سلام بابا. علیک سلام، بیا عزیزم بشین. ببینم پیشونی چی شده. پام لیز خورد و افتادم، سرم خورد به میز.
عمه شما چطورین؟ چطور باید باشم عزیزم؟ وقتی که تو اینقدر ازم مراقبت کردی و حواست بهم بود و کمکم کردی، معلومه که زود خوب میشم. واقعا؟ آره، تو نمیدونی اشواق، رباب خیلی دختر زحمت کشیه. اینقدر من بهش زحمت دادم که ببین زخمی شده. عزیزم یه کاری بکن، برو پیش دکتر، اشواق که هست تو رو میبره. نه من خوبم، کاملا خوبم. شما چطورین بابا؟ من حتی اگه سرطانم داشتم با دیدن تو خوب میشدم دخترم. این چه حرفیه اشواق؟ هرچی تو دهنت میاد میگی؟ مراقب حرف زدنت باش، دیگه بزرگ شدی. باشه آبجی، دیگه مراقبم. ببخش دخترم که پیش تو بابا با دعوا کردم. واقعیتش اینه که اشواق و عشر برام مثل همه. خب نظرت چیه؟ در مورد چی؟ حالا آبجی که دیگه خوبه، امروزم که روز تعطیله، گفتم که با هم بریم بیرون. کجا میری؟ همینطوری بریم بگردیم، شما با همون بیا. نه من میخوام استراحت کنم، شما برین. رباب عزیزم، بابا باد، برو بیرون، تو که همیشه خونه ای. بعضی وقتا فارغ از عادت روزمره میتونیم یه کاری بکنیم. اگه میخوای من با زهرا صحبت میکنم. نیازی نیست، خودم از مامان میپرسم. باشه، پس من دیگه برم. تو چایی تو بخور، من میرم آشپزخونه یه سر بزنم. مامان رباب، ببینم پیشونی چی شده. این زمین لیز بود، افتادم سرم خورد به میز و زخمی شد. چرا جلوی چشتو نگاه نمی کنی؟ بذار ببینم چقدر زخم شده. نه من کاملا خوبم، یه خراش کوچیک زود خوب میشه. شما لطفا نگران نباشین، من خوبم. نه تو مطمئنی؟ آره مامان خوبم. باشه ببین، من یه لباس برات سفارش دادم، ببین کدومش خوبه. اینو ببین، این یکی یا اون؟ نه مامان، این لباسه ای که رون قیمتو میخوام چیکار کنم؟ من اینا رو نمیخوام. اصلا حرفم یادم رفت، اومده بودم یه چیزی بپرسم. بگو. اجازه میدین بابا برم بیرون؟ خودت بهتر میدونی من چی میتونم بگم. اگه شما نخواین من نمیرم. ولی تو قبلنم رفتی، پس به هم اجازه میدین؟ میدونم از این که همراه بابا برم اصلا خوشتون نمیاد، ولی چی کار کنم؟ عمه هم هی اصرار میکرد. نه من مشکلی ندارم، فقط چون تو رو تا حالا اینجوری تنهایی با کسی نفرستادم یکم نگران و دودل شدم، مخصوصا حالا که زخمی شدی. آخ این زخم که چیزی نیست، من کاملا خوبم، میبینین که سالمم مامان، خوبم. مطمئنم که با پدرت اشواق خیلی بهت خوش میگذره. میتونی بری؟ مطمئنین؟ 100%. حالا میتونم برم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. نمیدونم چی میشه، خیلی استرس دارم. میشه تو هم با همون بیای؟ رباب دایی فقط میخواد با تو بره، من بیام چی کار آخه؟ من بهشون میگم که میخوام تو هم با همون بیای. نه من جایی نمیخوام برم. لطفا قبول کن، برام عجیبه که نمیتونم برم. رباب کجای این عجیبه؟ اون پدر توه. آره ولی برای اولین باره که میرم. برو، از این به بعد که همیشه باید بری، مگه نه؟ منم همینو میگم، این دفعه رو تو با همون بیا، دفعه بعدی من تنها میرم. من یه نظر خوب دارم. چی؟ خب عشق رو به خودت ببر، بهت خیلی خوش میگذره و میدونی که با دایی هم رابطه یه خیلی خوبی داره. اون که اصلا به حرف من گوش نمیده. آره به حرف منم گوش نمیده. پس نمیای؟
روباب میدونی که من امتحان دارم، باید همه درسامو بخونم. آشه ای بابا، چی کار میکنی روباب؟ امیدوارم به تو خیلی خوش بگذره. سلام دایی جان. علیک سلام. چی شده؟ چرا خودتو زخمی کردی؟ خیر باشه. چیزی نیست، فقط یه زخم کوچیک. امروز چی کار میکنی؟ برنامه چیه؟ هیچ برنامه ندارم. خب پس با ما بیا. نه شما برین، من با شما بیام چی کار؟ خب میریم میگردیم. بیا دیگه، به نظرتم نیاز دارم، میخوام لباس بخرم. بریم دیگه، زود باش سوار ماشین شو، وگرنه از دست دلخور میشم. بریم. برو دیگه، حالا که دایی داره اصرار میکنه. زود باش بریم، سوار شو. روباب. بله بابا. میدونستی که بین من و اشر فقط 10 سال تفاوت سنیه؟ دست بردار دایی، کمی کمی 14 سال تفاوت سنی داری. من که میگم فقط 10 ساله. باشه، هرچی شما بگین. اطاعت. اگه بخوام راستشو بگم، 14 سال تفاوت اونقدرام زیاد نیست. وقتی این 14 سالش بود، ما با همدیگه کریکت بازی میکردیم. هر وقت یه چیزی ازم میخواست، دنبالم راه میافتاد. تو کوچیک بودی و همیشه باهاش دعوا میکردی که از بابای من دور بمون. و اینکه تموم تعطیلات میومد خونه ما، همسایه ها از دستش شکایت میکردن. یا دراشونو میشکوند یا شیشه هاشونو. و منم وکیلش بودم، هم پیش همسایه ها هم تو خونه ازش دفاع می کردم. ولی اینم بگم که خیلی دوست خوبیه برام. تو این مدت هر چند کسی حالمو نمی پرسید، ولی عشر همیشه جویای احوال من بود. برای همین همیشه پول تو جیبیم یه ماه تموم می شد، فقط به خاطر شما. ببخشید، قهوه؟ مهم نیست، هر دو تایشو خودم میخورم. راستی یه چیزی برات آوردم، بپرس. چی؟ چی؟ 2 تا بلیت تئاتر انور مقصود. بریم. حالت خوب میشه؟ نمیخوام حالم خوب بشه. چرا؟ وقتی قراره همیشه بد باشه، پس چرا الکی خوبش کنم؟ همه خیلی برات نگرانه. آدم ها به خاطر عزیزاشون حالشونو خوب نشون میدن، چون مجبورم. من نمیتونم نقش بازی کنم، اصلا نمیتونم. به نظر اینا لباسای خوبی هن. اینا ببین طرحای قشنگی داره، نظرت چیه؟ این خوبه ولی نه خیلی زیاد. پس خودت یکی رو انتخاب کن. من؟
اون؟ باشه خودم میگم. چیزی نمیبینی؟ مطمئنی؟ نه خیلی صفر هستی، چیزی نمیبینم. حالا را بیافت. کجا رفتی؟ من اینجام رو باب وایسا دنبارم. حالا میگیرم. نه خیر. بابا یاد بچه گیاتون افتادی؟ فری عمه شما هم بیاین، خیلی خوش میگذره. من نمیتونم. فری کجایی؟ بابا اینجا. روبا فری گرفتمت. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.